دوری کنید و از گفتار باطل اجتناب ورزید. در حالی که گروندگان خالص به خدا باشید، نه شریک گیرندگان برای او، و هر کس به خدا شرک ورزد، چنان است که گویی از آسمان فرو افتاده و مرغان شکاری او را ربودند یا باد او را به جایی دور افکنده است. این است فرایض خدا، و هر کس شعائر خدا را بزرگ دارد، در حقیقت آن حاکی از پاکی دل هاست. برای شما در آن دام ها تا مدتی معین سودهایی است. سپس جایگاه قربانی کردن آنها و سایر فرایض در خانه کهن است. و برای هر امتی مناسکی قرار دادیم، تا نام خدا را بر دامهای زبان بسته ای که روزی آنها گردانیده یاد کنند. پس بدانید که خدای شما خدایی یگانه است، پس به فرمان او گردن نهید و فروتنان را بشارت ده. همانان که چون نام خدا یاد شود، دلهایشان خشیت یابد و آنان که بر هرچه بر سرشان آید، صبر پیشگانند، و بر پادارندگان نمازند و از آنچه روزیشان داده ایم انفاق می کنند و شتران فربه را برای شما از جمله شعائر خدا قرار دادیم، در آنها برای شما خیر است. پس نام خدا را بر آنها در حالی که بر پای ایستاده اند ببرید و چون به پهلو در غلطیدند از آنها بخورید و به تنگ دست و به بینوا بخورانید. این گونه آنها را برای شما رام کردیم، امید که شکر گذار باشید. هرگز نه گوشتهای آنها و نه خونهایشان به خدا نخواهد رسید، ولی این تقوای شماست که به او میرسد. این گونه خداوند آنها را برای شما رام کرد تا خدا را به پاس آن که شما را هدایت نموده به بزرگی یاد کنید و نیکوکاران را مژده ده. قطعا خداوند از کسانی که ایمان آورده اند دفاع می کند، زیرا خدا هیچ خیانتکار ناسپاسی را دوست ندارد. به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده رخصت جهاد داده شده است، چرا که مورد ظلم قرار گرفتند، و البته خدا بر پیروزی آنان سخت تواناست. همان کسانی که به ناحق از خانه هایشان بیرون رانده شدند، آنها گناهی نداشتند جز این که می گفتند پروردگار ما خداست، و اگر خدا بعضی از مردم را با بعض دیگر دفع نمی کرد، صومعه ها و کلیساها و کنیسه ها و مساجدی که نام خدا در آنها بسیار برده می شود، سخت ویران می شد، و قطعا خدا به کسی که دین او را یاری می کند، یاری می دهد، چرا که خدا سخت نیرومند شکست ناپذیر است. همان کسانی که چون در زمین به آنان توانایی دهیم، نماز برپا می دارند و زکات می دهند و به کارهای پسندیده وامی دارند، و از کارهای ناپسند باز می‌دارند، و فرجام همه کارها از آن خداست. و اگر تو را تکذیب کنند، قطعاً پیش از آنان قوم نوح و عاد و ثمود نیز به تکذیب پرداختند، و نیز قوم ابراهیم و قوم لوط، و همچنین اهل مدین، و موسی تکذیب شد، پس کافران را مهلت دادم، سپس گریبان آنها را گرفتم، بنگر عذاب من چگونه بود. و چه بسیار شهرها را که ستمکار بودند هلاکشان کردیم، و اینک آن شهرها سقفهایش فرو ریخته است، و چه بسیار چاهای متروک و کوشکهای افراشته را. آیا در زمین گردش نکردند تا دلهایی داشته باشند که با آن بیندیشند
یا گوشهایی که با آن بشنوند. در حقیقت چشمها کور نیست، لیکن دلهایی که در سینه هاست کور است. و از تو با شتاب تقاضای عذاب می کنند، با آن که هرگز خدا وعدش را خلاف نمی کند، و در حقیقت یک روز از قیامت نزد پروردگارت مانند هزار سال است از آن چه می شمرید. و چه بسا شهری که مهلتش دادم در حالی که ستمکار بود، سپس گریبان آن را گرفتم و فرجام به سوی من است. بگو ای مردم، من برای شما فقط هشدار دهنده‌ای آشکارم. پس آنان که گرویده و کارهای شایسته کرده اند، آمرزش و روزی نیکو برای ایشان خواهد بود. و کسانی که در تخطئه آیات ما میکوشند و به خیال خود عاجز کنندگان ما هستند، آنان اهل دوزخند. و پیش از تو نیز هیچ رسول و پیامبری را نفرستادیم جز این که هرگاه چیزی تلاوت می نمود، شیطان در تلاوتش القای شبهه می کرد. پس خدا آنچه را شیطان القا می کرد، محو می گردانید. سپس خدا آیات خود را استوار می ساخت، و خدا دانای حکیم است. تا آنچه را که شیطان القا می کند، برای کسانی که در دلهایشان بیماری است، و نیز برای سنگ دلان آزمایشی گرداند، و ستمگران در ستیزهی بس دور و درازند. و تا آنان که دانش یافتند بدانند که این قرآن حق است و از جانب پروردگار توست، و بدان ایمان آورند و دلهایشان برای او خاضع گردد، و براستی خداوند کسانی را که ایمان آورده اند به سوی راهی راست راهبر است. ولی کسانی که کفر ورزیدند همواره از آن در تردیدند، تا به ناگاه قیامت برای آنان فرا رسد یا عذاب روزی بدفرجام به سراغشان بیاید. در آن روز پادشاهی از آن خداست، میان آنان داوری می کند، و در نتیجه کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند در باغهای پرناز و نعمت خواهند بود. و کسانی که کفر ورزیده و نشانهای ما را دروغ پنداشته اند، برای آنان عذابی خفت‌آور خواهد بود. و آنان که در راه خدا مهاجرت کرده و آنگاه کشته شده یا مرده اند، قطعاً خداوند به آنان رزقی نیکو می بخشد. براستی این خداست که بهترین روزی دهندگان است. آنان را به جایگاهی که آن را می پسندند در خواهد آورد، و شک نیست که خداوند دانایی بردبار است. آری چنین است، و هر کس نظیر آنچه بر او عقوبت رفته است، دست به عقوبت زند، سپس مورد ستم قرار گیرد، قطعاً خدا او را یاری خواهد کرد، چرا که خدا بخشایشگر و آمرزنده است. این بدان سبب است که خدا شب را در روز در می آورد و روز را نیز در شب در می آورد، و خداست که شنوای بیناست. آری این بدان سبب است که خدا خود حق است، و آنچه به جای او می خوانند آن باطل است، و این خداست که والا و بزرگ است.